سلام مخاطبان عزیز، در مورد مفاهیم قرآن چیزی که به نظر من مهم هست این هست که ما ابتدا بپذیریم این کتاب از جانب خداوند هست. نگاهی که ما به قرآن داریم اگر این باشه که یک کتاب دستورالعمل هست برای هر قسمت از زندگی و میتونیم دقیقاً ببینیم مثلا الان در معامله باید چه کاری انجام بدیم، در زندگی خانوادگی در هر برخورد با جزئیات چه کاری باید انجام بدیم، و اگر به عنوان یک مسئول در یک قسمتی از یک جامعه قرار گرفتیم چجوری حکمرانی کنیم، چجوری ریاست کنیم، اداره کنیم. اینطور اگر نگاه کنیم قطعا همینی میشه که در جوامع اسلامی شاهدش هستیم. کدوم کشور رو میتونید پیدا کنید که در اون اسلام طوری داره انجام میشه که همه بگن بله این جامعه جامعه اسلامیه؟ درسته در کشورهایی هستن که به مردم ثروت زیادی حکومت داده، مثل عربستان، قطر، کویت، عمان، امارات، بحرین، اما این کشورها به واسطه درآمد نفتی فوق‌العاده بالایی که دارن و اینکه پادشاهان دیگه جایی نمونده که در دنیا ثروت جمع نکرده باشن اونجا، حالا سرریزش بین مردم داره تقسیم میشه. 9 میلیون بشکه در روز عربستان نفت صادر میکنه. میدونیم که میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در آمریکا و سایر کشورها داره و از سود اون در کشور خودش برای مردمش رفاه ایجاد کرده. آیا اون چیزی که در کشور عربستان داره اتفاق میفته به خاطر لیاقت حاکمانش هست یا به خاطر این هستش که اونها ثروت دارن؟ شبیه همین حکومت ها رو ما در کشورهای آفریقایی داریم، اما اونها چون ثروتی ندارن میبینیم چه بلبشویی در کشورهایی مثل سودان، نیجریه، و اگر کمک‌های خارجی برای مصر نباشه اونجا هم همینطور، الجزایر هم همینطور، لبنان. میخوام به شما بگم که خیلی مهم هست ما در مورد یک موضوع همه جانبه فکر کنیم. اگر قرار هست در مورد زندگی خانواده یک نفر قضاوت کنیم و بگیم که چقدر این خانواده خانواده خوبی هن، همه چیشون آرومه، بچه هاشون سالمن، ثروتشون رو در نظر نگیریم خیلی خطای بزرگی کردیم. حتما دوربرتون فامیل هایی رو دارید که شرایطشون به نظرتون خوب اومده باشه. آیا براتون سوال نشده که اگر این خانواده، پدر خانواده این موقعیت شغلی رو از دست بده، این ثروت رو نداشته باشه، آیا این خانواده انسجامش، روابطش همینی هست که الان هست؟ ایمان یه نفرم در آزمایش ها و ابتلاعات سنجیده میشه. از این جهت به شما میگم قرآن یک کتاب کاملا منطقی هست که وقتی با دید یک خدا باور به اون نگاه کنیم چیزهایی به قلب ما میرسه که یک نفری که فقط دنبال ایراد گرفتن هست فکر میکنم قرآن باید بهش آرامش بده، قرآن باید علاوه بر این که دنیاش رو تأمین میکنه آخرتش رو هم با یه بار خوندن تأمین کنه. خب این تفاوت داره. یک مؤمن کارش رو انجام میده، گناه نمیکنه، عمل صالح تا اونجا که از دستش بر بیاد انجام میده. این قرآن باعث میشه که قلبش مطمئن بشه، چیزهایی به قلبش میرسه گویی خدا داره او رو در این راه تأیید میکنه. اونایی که خدا باور نیستند به نظر من ناامیدانه دارن زندگی میکنن. شما هر چی هم بیایید بگید که اخلاق خوبه، ما به خاطر این به مردم خوبی میکنیم که خوبی در ذات انسانه،
خب میتونید این فلسفه بافیا رو داشته باشید، اما مطمئنن داره توجیه میکنید جاهایی رو که به نفعتون بشه، حتما اخلاقم دیر پا میدارید. اصلا به نظر من خدا ناباوری یکی از حربه های هوای نفس هست برای اینکه توجیه کنه لذت طلبی رو. یک خدا ناباور دلیلی نداره به این فکر کنه که من فضیلت اخلاقی پیدا کنم، من کمال انسانی پیدا کنم. اون در یک سطحی از اخلاق متوقف میشه و اون سطح عرفی هست که تو اون جامعه تعریف شده. اینکه یک راه بی نهایتی برای کمال پیش روی یک خدا باور هست، به نظر من نشون دهنده این هست که به فطرت ما توجه شده. قرآن نکات بسیار عمیقی داره. یه سری آیات هست، آیات متشابه هست. شما در نظر بگیرید 1400 سال از این قرآن گذشته. اگر قرار باشه اون چیزی که اون زمان بوده دقیقاً برای این زمان هم به کار بیاد، این غیر منطقیه. یه سری احکام مربوط به اون دوره بوده، حتما باید متناسب با دوره و شرایط حاضر تغییر کنه. احکام فقهی، و میبینیم که خیلی از کشورها این کار را انجام دادن. خود قرآن هم در جاهایی به ما همین رو نشون میده که یه سری احکام فقهی تغییرات کرده تو همون دوره 20 ساله 23 ساله ای که حالا از نزول قرآن از ابتدا تا انتها گذشته. آیات دیگه ای وجود داره که برخی ایراد میگیرن که با علم ناسازگاره. اینکه یه جای قرآن قدرت خداوند رو کن فیکون کردن در آن میگه و در جای دیگه مثلا قرآن میفرماید که خدا در 6 روز آسمان ها و زمین رو آفرید. نظر من این هستش که خداوند همونطور که مثال هایی که زده، خیلی از مثال ها مربوط به همون جامعه بوده. وقتی میخواست نعمت مثال بزنه دیگه درخت خرما اونجا بوده، درختی که مثلا بگیم درخت گردو یا درختایی که توی کشورهای خوشاب و هوا بوده که اونجا نبوده. یا از حیوانات خواسته مثال بزنه، یا از ثروت خواسته مثال بزنه. نمیتونسته بگه پورشه یا بی ام و، میگفته اسب، شتر، پسران، زنان. یه سری از ثروت ها همچنان ثروت هست، دارایی حساب میشه، برخورداری حساب میشه، یه سری ها تغییر کرده. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که این کتاب برای هدایت اهل تقواست، اونایی که ایمان به غیب دارن، اونایی که عمل گناه رو ازش دوری میکنن، شرم میکنن از اینکه دستورات خدا رو زیر پا بذارن. سوال برای آدم پیش میاد، اگر یه نفر خدا رو داره رعایت میکنه، این کتاب دیگه به چه کارش میاد؟ این کتاب به نظر میاد برای کسایی باید باشه که قرآن اومده اونها رو از گمراهی در بیاره. اما نه، همونطور که گفتم یک نفر ایمان به خداوند داره و میخواد در مسیر ایمان به خداوند حرکت کنه. ما اراده میکنیم چیزی رو بخواهیم. این همون اراده معطوف به قدرتی هست شاید که در فلسفه های معاصر بهش اشاره شده. اگر بخوام مثالی بزنم، میتونم بگم پیامبر از خوردن، آشامیدن و هر کاری که شما لذت میبرید لذت میبرد. اگرم گناهی ازش سر میزد ازش لذت می برد. اما نکتش این لذت بردن پیامبر با لذت بردن دیگران متفاوته. پیامبر اراده نکرده که از یک گناه لذت ببره، اما همچنان برای او گناه محسوب میشه. قرآن میاد میگه که اهل تقوا مرتکب گناه میشن، حتی گناه فاحش، اما بر اون اصرار ندارن.
و خدا اونها رو میبخشه. اما یه نفر که اهل تقوا نیست، اهل ایمان به غیب نیست، این کتاب رو مثل یک دستورالعمل مصرف یک وسیله برقی که چجوری از اون وسیله برقی استفاده کنه فکر کرده. این دستور برای این هستش که مثلا من الان به بابام سلام کنم، احترام گذاشتم، من الان دلار راست بشم، نماز به جا آوردم. نه، اینجوری برخورد کردم با قرآن به درد همونایی میخوره که الان اسمشونو گذاشتن مسلمون و ظلم دارم میکنم به ملت. دیگه اسمشونم لازم نیست بیارم، خودتون تو فیلم های من بارها دیدید. من لزومی نداره الان که اسم مبارک قرآن کلام خدا اینجا هست شأنو بیارم در حد کسایی که اصلا هیچ هم حساب نمیشن در درگاه الهی، بل هم ازل از چارپایان هستن. چه بسا از هر چی که خدا میخواسته مثال بزنه پایین تر هستن. اما شما که الان میتونید کار خوب انجام بدید، تقوا پیشه کنید، چرا نکنید؟ شما که به قلبتون رسیده کار درست چیه، کار غلط چیه، چرا رعایت خدا رو نکنید؟ یک عرفی در جامعه ساخته میشه مثل جوامع گذشته. قرآن به ما اینو میگه، میگه این چیزی که همیشه داره توی جوامع توی تاریخ اتفاق میفته دلیل بر خوب بودن نیست، مثل مردم رفتار کردن درست بودن نیست. پیامبر اومدن این رو به ما بگن، این عرف نادرست رو بشکنن. عرف یعنی چی؟ چیز پسندیده. اما الان یعنی چیزی که معمول شده، متداول شده. و چه بسا چیزهایی که متداول میشه، مخصوصا وقتی که سیستم ناسالم و نادرستی باشه، افرادی که بر اون حکومت میکنن گناهکار باشن، ظالم باشن، حتما چیزهای بد و رواج میدن. این قرآن رو روبروی خودتون بذارید، ازش با تفکر و تأمل استفاده کنید.